چینی همه من ای فدایت سلطن من برده آزر هم سر گوهر خود بات تو بطن من سرفراز با چینی همه من ای فدایت سلطن من برده آزر هم سر گوهر خود بات تو بطن من سلام مخصوص بر دوستان، آشنایان، رفقای عزیزی که یک ساعت از وقت خودشون رو مایه میگذارن و تشریف میارن در برنامه خودشون شرکت میکنن و ما امیدواریم امروز هم در آغوش گرم خانواده خود با یک استکان چای و یا یک فنجان قهوه حضور به هم رسانده باشید و ما رو از گفتار خود، اطلاعات خود و پیشنهادهای خودتون بهرمند بفرمایید. ما دوست داریم همیشه بگیم که این برنامه برنامه خود شماست. تنها کاری که ما میکنیم میاییم اینجا یه هفته یه مقدار اطلاعاتی جمع میکنیم، صحبتهایی میشه ازش یادداشت برمیداریم انشالله و بعد میاییم اینجا در مقابل شما و چیزهایی که یاد گرفتیم یا یادداشت کردیم یا شنیدیم رو در مقابل شما پخش میکنیم و امیدواریم که شما هم یاری بفرمایید. اگر صحبتی هست، چیزی هست، میتونید با ما در میان بگذارید. برنامه شما هست به نام ضیافت گفتگو و شماره تلفن ما هست 202-573-99-33. ببخشید این عوضی گفتم 753 ببخشید اشتباه شد 202-753-99-33 و این از طریق اینترنت وصل میشه به ما. زنگ که میزنه اینجا ما میبینیم و شماره شما رو شناختیم، جواب میدیم. اگه ناشناس بود لطف بفرمایید به ما که ما اجازه بدید جواب ندیم و به هر حال برنامه خودتونه دید. گلی که میزنید به سر خودتون میزنید و ما خوشحال هستیم که باز دوباره این موقعیت پیش اومده و میاییم میگیم بیایید با هم دنیای بهتری بسازیم. این کره زمین که خلق شده برای زندگی ما با تمام نعمتهایی که توش هست کافی هست برای همه ما که 7.5 میلیارد جمعیت هستیم. حالا دو برابر بشه میشه 15 میلیارد جمعیت، سه برابر میشه 45 میلیارد جمعیت، 50 میلیارد جمعیت، انقدر هست که برای همه کافی باشه، به صورت این که کسی سعی نکنه دستش رو تو جیب اون یکی بکنه. همه به اندازه کافی داریم که بخوریم، همه به اندازه کافی داریم جایی باشه که سرمون رو بذاریم بخوابیم، به اندازه کافی پوشاک داریم که تنمون بکنیم، بعض کافی سوخت و سوز هستش که بتونیم اجاقمون رو روشن و گرم نگه داریم. هیچ لازم نیست کسی بخواد که اجاقش به اندازه یک دونه استادیوم ورزشی باشه، با حالی که یه اجاق کوچولو به اندازه پریموس بیشتر لازم نداره. پس بیایید این افکار رو
در خودتون بیشتر و بیشتر بکنید که در این دنیا ما فقط یک وظیفه داریم و اون وظیفه این هستش که خودمون رو بشناسیم و بدونیم کی هستیم و چی هستیم و در راهی که برای برگشت ما به طرف الله سبحانه و تعالی از طریق تمام پیغمبرهای ما قبلا و پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم داده شده، از این اطلاعات استفاده بکنیم و ببینیم که شما واقعا چه لذتی داره زندگی کردن، واقعا چه لذتی داره بودن، چه لذتی داره که انسان بتونه از راه صحیح از نعمتایی که داده شده استفاده بکنه. البته خب همونطور که عرض کردم همیشه یک زد و نقیص هایی هست در زندگی، شب داریم، روز داریم، شور داریم، شیرین داریم، ترش داریم، ترش و شیرین داریم، همه اینها هست برای اینکه ما بتونیم به اون معرفت و دانایی برسیم که خالق ما رو خلق کرده و برگشت ما به طرف اوست. در این میان که این سفر 100 سال، 90 سال، 20 سال، 10 سال بستگی به هر کسی داره که چه سرنوشتی بر او معین شده که چند سال اینجا باشه یا در چه حالی باشه، در این مدت زمان کوتاه که بالاخره 100 سال که چیزی نیست، به قول بعضیا میگفتیم جلو بچه بذارید قهر میکنه، پس بنابراین از این حد اکثر استفاده رو بکنید. به مجردی که این حالتها بهتون دست داد، تمام اطرافیان شما هم نگاه میکنن، از شما یه مقدار نیرو میگیرن، اونها هم سعی میکنن که بتونن مثبت باشن، اونها هم سعی میکنن که بتونن در راه صحیح قدم بردارن، ولی هیچ کس نمیتونه به کسی دیگه بهشون بگه که آقا شما این کارو اینطوری بکن، آقا شما اونطوری بکن، یا برادر، خواهر، فرزندان این کارو اینطوری بکنید، اون کارو بکنید. نمیتونید کسی رو وادار به این کارو. میتونید بگی آقا جان من اینطوری این قهوه رو دارم میخورم، توشم مثلا شکر و شیر ریختم، یکی هم میخواد یکی ما اصلا شکر بدم میاد توش یه چیز دیگه ریختم، نه فلان کارو بکن. هیچ کس نمیتونه تحمیل کنه، این خیلی لغت خیلی خوبی هست، هیچ کس نمیتونه اون چیزی رو که میدونه یا فکر میکنه میدونه رو تحمیل به دیگری بکنه. نه، شما کارت انجام میدی، یکی نگاه میکنه، ایاز این کار به عقل اونم گنجید، خب اونم میکنه، اگه نگنجید خب نمیکنه. و این زیبایی خلقت هم این هست. وگرنه اگر همه قرار بود همه کاراشون رو یه جور انجام بده، از صبح بلند میشدیم یا ایداد بیداد همه لباس سفید تنشون کردن، هیچ کس نمیدونه این که اون که، همه مثلا کلاه کج گذاشتن سرشون، همه هم کتن هم فلان رنگیست تنشون کردن، انقدر چیز میشه آدم دلش به هم میخوره که همه چیز شبیه هم باشه. پس بنابراین اون چیزهای ریزکاری های حضرت حق هست، اون ریزکاری هایی هست که الله سبحانه و تعالی مصرف میکنن که ما در این مدت زمانی که اینجا هستیم از دیگه دلمون به هم نخوره. مثلا آسمون همیشه یک رنگ هست، ولی یک روزش یه رنگش آبی تر از رنگ دیگری هست، یه دفعه ماه هستش رنگش اینطوریه، یکی اونطوری، یه روز خورشید هست، یه روز ابر هست، هیچ ابری هم شبیه اون ابر اون یکی نیست. آخه ببین چطور امکان داره که 100,000 سال یا 1,000,000 سالی که زمین داره دور خودش میچرخه، اینها رو کی میتونه طرح بکنه که هیچ چیز شبیه اون روز اینطوریش نباشه؟ هیچ کدوم نیست. و البته هم خب میدونید 7.5 میلیارد جمعیت رو این دنیا داریم، اثر انگشت هیچ کس شبیه هم نیست. حالا فهمیدن که اون حدقه چشمتون، عدسی چشم شما شبیه هم دیگه نیست. خب چه قدرتی میتونه یه همچین خلقتی رو انجام بده؟ چه قدرتی میتونه همه اینا رو حساب بکنه و اینطوری طرح بریزه که زمین دور خودش بچرخه با یه سرعت معین، یه دقیقه کم بچرخه همه از سرما یخ میکنن، یه ذره تون بچرخه همه از گرما میپزن؟
حتی سرعت زمین دور چرخیدن، همون محورش که کج هست که یه جا زمستونه یه جا بهاره یه جا تابستونه یه جا پاییزه، همه اینها رو ببینی اصلا بتونی یک ذره چشم هم بذارید و فکری بکنید که ببینید وای چه خالقی هست، چقدر این خالق مهربانه، چقدر ما کج و کله میریم زیگزاگ میزنیم که اینطور بشه، را مانعی نداره مثلا اینطوری بکنیم مانعی نداره. الله سبحانه و تعالی میگه خیلی خوب بابا همه این کار رو کردی، برگشتتون به من هست و برگشتتون که به من هست باید پاک بشید و برگردید، چون الله هستش که ما رو خلق کرده و به الله ما بر میگردیم، الله که پاکه، الله که نوره، الله که همه چیز هر چی فکر کنید الله هست، ما باید برگردیم به اون الله. حالا اگر اینجا یه ذره کبود شده یه جامون و فلان اینا باید همش پاک بشه تمیز بشه فلان بشه، اینها هستش که عده اسمشو میذارن جهنم و یه عده اونجایی که دیگه مثلا پاک پاک شدیم اسمشو میذارن بهشت و در آخر سار الله سبحانه و تعالی در آخر کار الله سبحانه و تعالی میفرمان که هیچ چیزی در این خلقتی که من خلق کردم در اون لحظه دیگه وجود نخواهد داشت جز الله سبحانه و تعالی. و اینم از طریق علم و دانش و این چیزایی که دارن نگاه میکنن و افرادی که پیدا میکنن بله یک صدای مخصوصی هست که در تمام جهت مختلف هستی که حالا دارید نگاه میکنید اون صدا همیشه هست. بعد دارم به این نتیجه میسیم اون صدا صدای انفجار اولی هست که بهش میگن بیگ بنگ، صدای انفجار هستی. الله سبحانه و تعالی در قرآن در آیات سوره های آخر قرآن اینها رو همه رو اشاره میفرمان، همه اولش رو میگن، همه حالش رو میگن، همه آخرش رو میگن. پس بنابراین ما نباید قصه ای داشته باشیم، نگرانی داشته باشیم. من این حرفا رو دارم میذارم ولی خودم بعضی وقتا یه ذره قصه دارم میشم، یه ذره نگران میشم، ولی خب این حالتیه که سریع باید از بین بره. افسردگی برای یک شخصی که ایمان به الله داره، ایمان به اون اللهی داره که خلقش کرده و روزیشو میده، افسردگی برای یک همچین شخص اصلا معنی نداره. ولی یه حالت یه ذره اینطوری هست بعد میایید بیرون، نه که برید قرصی بخورید که نه سرحال بشید، قرصی بخورید که بخواید بخوابید، قرصی بخورید که این ور بشید قرص بخواید اون ور بشید. و بدونید حیفه، حیفه این روزهایی که داره میگذره شما از خودتون یک یادگاری درست نکنی. یادگار هم نیست که دوتا سنگو هم بذارید بگید یادگاری، نه دست یکی رو بگیرید برون که به کسی بخواید بگید اون میشه یادگاری برای شما. امکانش هم چیزی هم نیست مثلا که حتما باید خیلی کار بزرگی، نه از این چیزی رد میشه یه چیزی بری جانزم یوتوب و این یادگاری برای شما میمونه، این احساس برای شما میمونه که شما جزء این بشریت هستید، خارج از این بشریت نیستید. حتی به بعضی ها که مثلا امکان داره خیلی ثروتشون از شما بیشتر باشه، اون بنده خدا ممکنه اجازه خرج این ثروتش رو نداشته باشه. شما اگر احساس کردی یه دونه پیراهن اینطوری میتونید براش بخرید هدیه بهش بدید، خیلی پول داره ها، میلیاردها دلار پول داره ولی اجازه خرج $10 نداره که بده یه پیراهن بخره. میبینید این افراد دور بر خودتون. بعد تمام این کارا رو هم که میکنید نه برای اینکه بگی بله بابا من یکی بود خیلی میلیارد دلار پول داشتم فلان داشت این یه شی نمیشد خرج کنه، من یه شلوار براش خریدم، یه کت براش خریدم، فلان، نه این گفتن نداره. بدونید که اون اللهی که خلق کرده همه ماها رو اونم اونطوری خلق کرده، بهش داده اجازه خرجشو نداده که شما ببینید با همه اینکه این انقدر داره حتی $10 نمیتونه رو خودش خرج بکنه، نمیتونه، یعنی اصلا نمیدونه چطوری باید این کار رو بکنه.
پس اون موقع هست که عدالت الله سبحانه و تعالی برای شما روشن میشه، وقتی که میگیم الله عادل و مهربان هست، اینجاها هستش که همه اینها برای ما روشن میشه که بله ممکنه یکی داشته باشه، من نداشته باشم، ولی بدونید که هر جوری که بوده روزی شما هر روز به شما رسیده و این روزی ها هم فرق میکنه. مثلا اگر برای تمام دنیا بعد اینقدر روزی برسه، هر روز میرسه، این تقسیم که میشه برای من امروز مثلا یکی میرسه، برای اون یکی پنج تا میرسه، یه ماه دیگه برای من پنج تا میرسه، برای اون یکی یکی میرسه. یعنی عدالت الله سبحانه و تعالی در مجموع یکی هست. یعنی چرا مجموعش یکی هست؟ الله ما رو خلق کرده، مسئولیتشو داره، ما رو خلق کرده، مسئولیت داره که به ما روزی بده. حالا یه روز میخواد به من کم بده، میگم الحمدلله، یه روز بیشتر میده، میگم اونم الحمدلله شکرالله، یه روزم هیچی نمیخواد بده به من، اون تو خود اون هم یه روزی هست که من بتونم درک کنم ها قضیه چطوری شده. یعنی این راهنمایی ها هست، این چیزهای که در یک راهی که دارید میرید، هر ثانیه‌ای که هستش یک چیزی به شما میدن که شما راه خودتون رو یه ذره درست بکنید، کج بکنید، بالا بره، پایین بره. چرا؟ ما بالاخره هدفمون برگشت به الله سبحانه و تعالی است و هیچ کس هم تا حالا نیومده به من بگی که آقا من میدید چطوری رفتم، رفتم اینجا کشیدم دست چپ، بعد یه ذره کشیدم دست راست. هیچ کس نیومده به من همچی حرفی بزنه. یعنی برای همه ما تمام این اتفاقات جدیده، تمام اتفاقات روزانه است، هر روز داره اتفاق میفته برای ما این چیزها، که چطوری بتونیم برگردیم به طرف اون خالقی که ما رو خلق کرده و در تمام کتابهایی که از قبل فرستاده شده و در تمام پیامبران که از قبل فرستاده شدن، پیام همه اینها یکیه و قرآن مکمل تمام کتاب ها هست که اسمش گذاشته شده کتاب قرآن کریم و این کتاب هستش که تمامو در هم کامل میکنه و الله سبحانه و تعالی خیلی ساده میفرمان که هر چیزی رو که خلق کردم یه مدت زمان داره. الله نمیگه که چقدر مدت زمان، برای یکی ممکنه یک ثانیه باشه، برای یکی ممکنه دو ساعت باشه، برای یکی اصلا به دنیا نیومده، تو رحم مادر فوت میکنه، فوت کرده به دنیا میاد. اینا رو هم دیدید شما، شنیدید همه. یکی نه 100 سال عمر میکنه، یکی 120 سال، یکی 20 سال، یکی 10 سال، یکی هر چی از سال، ولی یک مدت زمان محدود داره. و در ضمن الله سبحانه و تعالی میفرماید هر چیزی که خلق کردم انتها داره. حالا این انتها ممکنه از مثلا زمان ما بگیم مثلا 1 میلیارد سال یا 1 ساعت یا 1 ثانیه است، ولی به هر حال انتها داره. اونی که انتها نداره و بوده، هست و خواهد بود، الله سبحانه و تعالی. اینو که یه ذره ما جا میندازیم، بعضی وقتا بدترین چیزا که اتفاق میفته یه ذره مثلا اینطوری میشه، بعد باز دوباره میپره هوا که بابا خب دست وای که نیستش. من سعیمو میکنم مثل همون پادشاهی بوده که یکی از مغولا بوده، مثل این که تیمور بوده یا یکی دیگه بوده، که توی جنگ چیزی شکست میخوره و زخم چیز برمیداره، میره توی خرابه پناه میگیره که اونجا یه ذره به زخمای خودش برسه. دیوار میبینه یه مورچه داره میره بالا، یه گردم هم به دندونش گرفته. شما همه دیدید اینو، اونهایی که در ایران به دنیا اومدن، در تهران بودن یا جاهای دیگه بودن، در شهرستان ها بودن، همیشه دیدی که مورچه یه دونه گندمی گرفته 10 برابر خودش از لحاظ وزن، بعد که راه میره اینطوری تکون میخوره، اون تو چیزش که گذاشته اینطوری میخواد ببره. و این شخص نگاه میکنه، میگه مورچه از دیوار میخواد بره بالا،
خب بالاخره این دونه گندم اگر چند برابر وزن این مورچه هست، بالاخره یه جایی تعادلشو مورچه از دست میده و همه خودش میفته، همه دونه هم میفته. این باز دوباره میره خودش رو اینطوری میکنه و دونه ها رو میگیره به دندونش، باز دوباره میره بالا، باز میفته، باز این کار رو میکنه. این همه تعجب میکنه، نگاه میکنه این مورچه چه کار داره میکنه. آخر سر میبینه بعد از چندین بار که این سعی کرده بالاخره رسیده اون بالا و رفت. اینو که میبینه میگه خب من به این هیکل، به این گندگی 100 تا 10,000 تا 1,000,000 برابر، 100,000,000 برابر این مورچه هم، چطور امکان داره که من اینطوری افسرده بشم و اینجا خودم رو تسلیم بکنم؟ منم بلند میشم میرم دنبال کارم، بلند میشه و فلان. داستانش که همه تو میبینید که چطور میشه و بالاخره به یه مرحله میرسه. تمام این صحبت ها برای چی هست؟ برای این هستش که الله سبحانه و تعالی میگه که من خلقتون کردم در این مدار و این محورها و در این سیکل های مختلف که دارید میایید جلو، بالا پایین خواهد بود، ولی اون که صابر هست، صابر به این نیستش که بشینی یه جا دست بده رو دست هم بگی الله گفته صبر کن، ما نشستیم اینجا داریم صبر. نه، این غلطه. صابر اونیه که مثل اون مورچه باشه که یه دفعه افتاد باز رفت بالا، دو بار افتاد باز رفت بالا، سه بار افتاد باز رفت بالا، انقدر رفت 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 تا به هدفش برسه. صابر به این میگن که اون هدفی که ماها داریم به عنوان انسان، برگشتون به طرف الله سبحانه و تعالی است. با شکست های کوچیکی این ور اون ور این ور اون ور نه بعد دست رو بزنید رو هم دیگه آقا اگه این فلان چیزه من از اون نیستم دیگه. چنان که یه عده گفتن، یه عده ممکنه بازم بگن، ولی بدونید در انتها برگشت ما به طرف الله سبحانه و تعالی است. چه بخورید پاتونه، چه نخورید پاتونه. اونی که شهد قرآن رو مزه میکنه و از این شهد قرآن مزه ککر بیشتر و بیشتر سعی میکنه داشته باشه، در خوشحالی تمام این روزهایی که تو این کره زمین هست، حتی اون ثانیه آخر که داره لبیک میگه، وقتی عزرائیل میاد که میگه خب بفرمایید با هم بریم، این جیغ نمی کشه، فریاد نمی کنه، ای وای کجا برم، من نمیخوام برم، من میخوام اینجا باشم فلان. می بینید با تبسم میره این. چرا؟ میدونه اون خالقی که خلقش کرده دوستش داره که خلقش کرده، وگرنه بیکار نبود که آقا خلق بکنه همه ما رو. میخوری برای چی؟ دوست داشته همه ما رو خلق کرده. حالا ما چه برداشتی از این خلقت بکنیم، چه لذت هایی ببریم که بعضی هم میگفتن از خوشحالی تو پوستش نمی گنجید. یه همچی حالتی اگر در تمام 24 ساعت برای شما باشه، اصلا پاتون رو زمین بند نمیشه، مثل تو هوا دارید را میرید همیشه. و این امکانش هست. ما دیدیم در بعضی از جاها، بعضی از دوستان، بعضی افرادی که میشناختیم در یک همچی حالت هایی بودن. و انشالله الله سبحانه و تعالی همه ما رو حفظ کنه، هدایت بکنه. ولی خب اون جایی که هستیم، در مملکت هایی که زندگی میکنیم، یه مقدار چیزهایی داره اتفاق میفته که امکاناً ما نمیتونیم بفهمیم که چرا و چرا نه. در همین امریکایی که هستیم، چند روز پیشا بوده، مثل این که هفته پیش بود، بازی لایحه‌ای دولت مجلس سنا و مجلس شورا رد کردن که آقای اوباما مجبور شد که امضا بکنه. و در این طرح برای اون 44 نفری که مهمان جمهوری اسلامی ایران بودن برای 444 روز و بهترین همه چیز برای اینا فراهم بود، حتی دماغ یکیشون خون نیومد که بگیم این دماغش خون اومده. بعد وقتی قرار شد اینها رو آزاد بکنن، قراردادی بستن به نام قرارداد الجزایر و ایران به اون قرارداد وفا کرد، انجام داد کارش رو در مقابلش
امریکا چیزش از زدزیرش رو انجام نداد و بالاخره ما اینقدر گفتیم که به قول بعضی گفتن نوک زبون رو متحبیاره، برید بپرسید سوال کنید. اون زمان 20 میلیارد دلار بوده، 100 میلیارد دلار بوده، حالا ممکنه 500 میلیارد دلار باشه، همه رو خوردن. بعد تازگی هم که این 444 نفر 444 روز در ایران مهمان بودن، حالا کی اینا رو، چون جزو قرارداد این بودش که این افراد با رضایت کامل دارن میان بیرون، یا به هیچ وجه اینا حق اینو ندارن که بخوان از دولت ایران خسارت بگیرن بابت این چند مدتی که تو ایران مهمان بودن. بعد حالا بعد از این چند مدت، حالا دیگه فصل به اصطلاح شکار ایرانی و مسلمان در دنیا بازه، اینا هم چیز کردن که نه، ما برای هر یک از این افرادی که در اونجا بوده 444 روز، حالا روزی چقدر حساب کردن، 5.5 میلیون یا 4.5 میلیون دلار برای هر کدوم اینا خسارت خواستن و از یه حسابی که برای ایران بوده یا هرچی بوده یه جوری بوده، از اون پول ورداشتن و دادن به هر کدوم اینا. خوب گوش کنیم. از جیب مردم ایران ورداشتن دادن به اینا. اینا همون مردمانی هستند که وقتی که هواپیمای ایران رو زدن در خلیج فارس 295 نفر رو شهید کردن و جسد اینها توی آب خلیج فارس ریخته بود و اینا رو قواسا بسته بودن به همدیگه کوسه ها نخورن اینا رو تا بتونن جمعشون بکنن. برید ببینید، در وهله اول گفتن که این هواپیما هواپیمای جنگی بود، بعد گفتن هواپیمای جنگی نبود ولی خب سرازی شد که بیاد به طرف ما، با اینکه سرازی شد که بره بشینه، هر هواپیمایی که میره بالا باید سرازی بشه بره اینجا بشینه دیگه، از این ور خلیج فارس میخواسته بره اون ور خلیج فارس، گفتن بله میخواست سرازی قبول با بذاشه میرفته بره اونجا. بعد آخرین حرفی که زدن و هنوز هم یه عده در این مملکت اونو قبول دارن این هستش که این جسدهایی که توی آب بود از مردشون خونه آوردن ریختن تو آب. خوب گوش کنید چه حرف ها دارم، ببینید با چه مملتی شما طرف هستید. اینقدر نگی که ما با فقط دولت امریکا اختلاف داریم، خب این ملت هم. حالا هم که آقای ترامپ اومده و صحبت هایی میکنه و ما امیدواریم آقای ترامپ رئیس جمهور بشه که واقعا اون چهره کریه امریکایی ها رو که جز وحشیگری چیزی دیگه بلد نیستن رو واقعا باز کنه برای تمام دنیا، که 64% اینا گفتن بله این مسلمانان هم هرچی هست و فلان هست این کارشون کنین اون کارشون کنین. بعد شما فکر مونین همسایتون که بغل دست شماست واقعا دوست شماست، به مجردی که یه کاسه ای هستش که توش 2 دلار پول هست که یکیش ممکنه مال شما باشه، دستتو که بردی تو اون کاسه بیرید چنان میزنن دستتو میشکنن اصلا قبل از اینکه به اون کاسه برسه. این پول مال ماست، تو چی کار داری اینجا خارجی؟ و این انجام شده. حالا من نمیدونم آقای اوباما مجبور شده اینو امضا بکنه نکنه، که این پولی که مال ملت هست اینو چطوری این میخواد امضا بکنه یا نکنه یا هر کار هست، این هم یه شمه دیگه شه. بعد چیزای دیگه هم هستش که حالا از طرف ایران هم میمیم سرصدا شده که بله ما توافق کردیم ولی شما چند چیز رو نکردین، و ما هفته پیش هم گفتیم که شما مثل این میمونه که گوشت راسته رو بخری بیای خونه به گربه بگی پیشی پیشی بیای اینجا این گوشت راسته است میدارم اینجا مواظب باش تا برگردم. اینو چه کسی میکنه همچی کاری رو؟ آقای روحانی درست بود آقای روحانی گفتن ما چیزی امضا نکردیم، اینو کاملا صحیح بود. اینها هر چی رو که باید بدن در همون اول که 2 سال صنایع نیروی صلح‌آمیز اتم ایران رو متوقف کرده بودن، همه ایشون همه آقای ظریف اون موقع همه چیز رو داده بودن
حالا که به جای رسه این توافق نبوده، این نقشه برای انجام اون توافق بوده. تمام زحمتی که تمام دانشمندان ما کشیده بودن در این چندین سال، همه رو یه خط روش کشیدن، همه دانشمندان ما رو کشتن، به تمام صنایع ما حمله چیزی کردن، سایبری کردن. بعد آقای روحانی گفتن که این یک برد برد بوده، سه تا خوردیم دو تا زدیم، برد برد. یعنی حتی شرمم نمی کنن که حقیقت رو بگن به مردم. ای مردم، این طوری بوده. بعد حالا یواش 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 داره رو میشه بعضی چیزها، یواش یواش داره میاد بالا. خب همی آقای روحانی و ظریف نوچه های آقای رفسنجانی بودن. حالا یه چیزی اینجا برای ما فرستادن، ما اینو برای شما میخونیم انشالله رحمان. یه مقدار انتقاد دیگه، یه مقدار صحبت هایی که از آقای رفسنجانی داریم میشه و سرگفتار اینجا اینطوری شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، این از رجا نیوز هست. رجا نیوز من فکر میکنم یک چیزی داشتیم، یک نخست وزیر رئیس جمهور داشتیم به عنوان رجایی که ایشون رو با 78 نفر فلان اینا رو همه رو با هم در یه جا کشتن، انفجاری شد و فلان، همه اینا کشته شدن، جزشون هم افراد خیلی نخبه ایران بودن، روزه 78 نفر یا هر چند نفر بودن یه جا کشتن اینا، که آقای رفسنجانی هم جزو اینا بود، یه 10 دقیقه قبلش میاد بیرون. بعد بقیه به هر رنجنامه تعامل برانگیز حسین فدایی به هاشمی. یه آقایی به نام حسین فدایی هستش که اینو نوشته و این اسمش هم بودش رنجنامه. سرنوشت منتظری در انتظار هاشمی. بعد اینطوری گفتن شما سال 87، اینا 1387 گفتید ولی فقیه خوب است، اما اشکالش این است که بعداً اگر نظام ما ولی فقیه نداشته باشد، اگر ما بخواهیم وقف ابدی باشد که نمی شود بگوییم ولی فقیه. خب اینا من حرفایی دارم درست دارم میخورم، خودم نمیفهمم چیه. بذارید باشید. بله، ولی فقیه خوب است، اما اشکالش این است که بعداً اگر نظام ما ولی فقیه نداشته باشد، اگر ما بخواهیم یک پرانتز دانشگاه آزاد وقف ابدی باشد که نمیفرد بگوییم ولی فقیه. این یه چیز جسمی رو با یه چیز دیگه داره اینجا ربط میده، دانشگاه آزاد رو با ولایت فقیه داره به هم دیگه ربط میده. این میتونه باشه ولی این نمیتونه باشه. وقتی به یاد آقای منتظری میفتیم، سرنوشت مشترکی در ذهنم تداعی میکند. هنگامی که این جمله حضرت امام خطاب به آقای منتظری را در نامه 6 فروردین 1368 مرور میکنیم، فرمودند، این خیلی مهم این جمله، تاریخ اسلام پر است از خیانت بزرگانش به اسلام. معاویه بود، ابوبکر بود، عثمان بود، عمر بود، بزرگان اسلام. فخر تو خیابون نبود، این بزرگان بودن. و ایشون میگه بله، در اون تاریخ که حضرت امام فرمودن تاریخ اسلام پر از خیانت بزرگانش به اسلام بوده، به این یقین میرسن که الله سبحانه و تعالی پاسخ رفتار غیر صادقانه و ناخالصانه را در دنیا و آخرت میدهد. بله، ما اینو قبول داریم. حالا این متن رنجنامه حسین فدایی رو میخونیم. متن رنجنامه حسین فدایی، دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلام و نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، خطاب به هاشمی رفسنجانی منتشر شد. بله، یادتون باشه که در این چند وقت گذشته اشخاصی ادعا می کردن که ما خانواده انقلاب هستیم،
ما هستیم که انقلاب کردیم، ما هستیم که حق داریم، ما هستیم که این کار کردیم. ما اگه شمردیم دیدیم 10-20 نفر بیشتر نیستن، و از این 10-20 نفر فقط یکیشون رو ما میدونیم که رفتن جنگ، بقیهشون این جنگ هم نرفته بودن و ادعا میکنن که انقلاب جمهوری اسلامی مال ماست، ما کردیم این کارو، ما خانواده انقلاب ما هستیم. یعنی بالاخره دیگه بله ما نشستیم اینجا باید ما رو باد بزنی. این آقام داره میگه نه همچی حرفای نیست، میگه که ایشون دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و نماینده صدر. ایثارگران حالا من نمیدونم معنی چیه، ولی انقدر میدونن که کسی که میخواد ایثار بکنی از هر چیز خودش میگذره برای خاطر یک هدفی یا برای خاطر ایده یا برای عقیده برای یه چیزی ایثار میکنه، یعنی از همه چیز خودش میگذره. بعد ایشون نمیشه موازه شما را در روزهای اخیر و در ثبت نام مجلس خبرگان رهبری مشاهده کردم. فرموده بودید که امیدواریم این انقلاب به حضرت حجت عجل الله فرجه و سلم واگذار شود و ما نیز زیر نظر این امام زنده و غایب را همان را به درستی بپیماییم. خب اینجا باز دوباره صحبت هایی هستش که ما زیاد سرمون نمیشه. تا اونجایی که قبلا گفتن فلان کردن که بله حضرت امام زمان ظهور خواهند کرد و این اثرات ظهور این هستش که زلزله ها خواهد شد، طوفان ها خواهد شد، مرد و زن با هم دیگه قیافشون یکی میشنن، این طور میشه، اون طور میشه، فلان میشه، بهمان حالا ما نمیگیم این حرفا رو کی در آورده، از کجا آورده. خب پس بنابراین اگر یکی واقعا به این ایمان داره، در زندگیش سعی میکنه هرچی سریعتر این کشتی رو به خاک بشونه که حضرت امام زمان ظهور کنه. یعنی میگن انقدر باید فجایع انقدر زیاد باشه، انقدر یه دنیا از هم پاشیده باشه که حضرت امام زمان ظهور بکنن کمر نشاط بدن. ما اینو بارها گفتیم اینجا. از ظهور حضرت امام زمان در قرآن هیچ صحبتی نیست، حتی اشاره ای هم نیست. هر کس هم که گفت اشاره هست و خبری هست با شما شوخی کرده. روایت هست، تفسیر هست. مثلا میگه اینجا که یه چیز هست 12 شاخه داره، این 12 شاخه اولیش حضرت امام علی هستن، 12 حضرت امام غایب هستن، امام زمان که ظهور خواهند کرد. حالا میگه آخه این به اون چه مربوطه؟ بیا مگه ندیدی الله سبحانه و تعالی گفتن که در تاریخ در چیز سال 12 ماه داریم، پس بنابراین 12 اینه. حالا ما به شوخی هم یه دفعه گفتیم استغفر الله و اطوله 12 سیستم محاسبه انگلیس هاست که وقتی میگن یه دو جین یعنی 12 تا دازن. خب دو جین 12 میشه دیگه 1000. شماره حساباشون هم اونطوری هست، هر چیز 12 اینچ داره، هر یارد. دوازده اینچ بعد سه برابرش میشه 36 اینچ، بعد میشه یه یارد، بعد فلان 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 اینطوری. حالا ما نمیدونیم این حرفا از کجا در اومده، چطور اومده، چطور یه عده‌ای واقعا اینا دارن، ولی ما ایمان داریم به امام زمانی که ظهور خواهد کرد. و این امام زمان برای هر کسی ظهور شخصی است، وگرنه من فردا میمیرم. همین الان نشستم اینجا یه ساعت دیگه مردم، تقصیر من چی اگر حضرت امام زمان ظهور نکرد برای من؟ پس بنابراین ظهور حضرت امام زمان برای هر شخص فردیه، به این معنی که منی که میبینم دور برم خیلی قاطی پاتی شده، خودم رو میکشم کنار که آلوده نشم و سعی میکنم کارهایی که اون یکی دارم میکنم من نکنم،
آتیشی که اون رو افروختن من هیزم براش نیارم. توجه کردی؟ پس برابر این اون حالت تعادل و اون حالت شعف و شادی از حضور حضرت امام زمان اینطوری برای من به دست میاد. البته میگم صحبت ما بعضی وقتا برای خود منم مشکل، خلاصه ببخشید ما زیاد نمیدونیم. بله، بعد ایشون ایشو فرمودن مواظب شما را در روزهای اخیر در ثبت نام مجلس خبراء رحم روشن کردیم، فرموده بودید که امیدواریم این انقلاب به حضرت حجت عجل الله صلی الله علیه و سلم واگذار شود و ما نیز زیر نظام این امام زنده و غایب را همان را به درستی بپیماییم. خب این دو لغت آخرمون میشه. برای ایشون دارن میگن که ما انقلاب کردیم که انقلاب رو به حضرت امام زمان واگذار کنیم و نیز زیر نظر امام زمان زنده و غایب این راهمان را به درستی بپیماییم. این رو یه ذره باید بتونه انسان بفهمه که منظور ایشان زنده و غایب، آیا زنده خود ما زنده یا حضرت امام زمان زنده. به هر حال خیر باشه ایشان. مواظب جناب عالی را از ابتدای انقلاب مرور و بازخوانی کردیم تا ببینیم آیا مسیری که جناب عالی از ابتدای انقلاب اسلامی تا به امروز پیموده اید در راستای آرزوی می باشد که بیان کردید یا آنکه برعکس است. لذا این رجنامه را تقدیم می کنیم شاید مؤثر بیفته. بله دوستان، رفقای عزیز، یک شخص جواب هر سوال رو نداره. هر کسی هر سوالی داره باید بره و بتونه پژوهش کنه. باید نه، نخواستیدم نری. کسی اگر دلش میخواد که بتونه به یک مرحله‌ای برسه که هیچ غمی نداشته باشه، هیچ قصه ای نداشته باشه، حتی اگر رفته پیش دکتر، دکتر گفته که 2 هفته دیگه میمیری، بدون اینکه قصه ای داشته باشه، قشنگ خوشحال با همه رفت و آمد میکنه، صحبت میکنه و به هیچ وجه هم اجازه نمیده وقت مرگش بهش مورفین بزنن که تو خواب بره که رنج احساس نکنه. من اینو برای خودم دارم. من امیدوارم الله سبحانه و تعالی منو با شادی ببره. ولی اگر الله سبحانه و تعالی خواست من با رنج و درد از این دنیا برم، به هیچ وجه اجازه نخواهم داد هیچ کس حتی یه قرص مسکن تو دهن من بذاره، چون این درد حق منه که بکشم از این دنیا برم. این حق رو از من نگیری. من امیدوارم الله سبحانه و تعالی منو بدون رنج و عذاب و درد از این دنیا ببره. ولی اگر مشیت الهی این هستش که من درد بکشم و از این درد ناله بکنم، از این درد فریاد بکشم با قرص و مورفین، این حرفا منو بس نکنید. برمیگردیم به گفتار این رفیقمون. بله، حمایت از منافقین و جنبش ها. خب این یه مقدار صحبت هایی هست، خیلی زیاد هم هست این در رجنامه و دردنامه، یه چیز خیلی بلند و چیز هست که ممکنه من وقتی خوردن اینا رو ندیدید. بله اینجا نوشتن، در یک قسمتی نوشتن اصرار بیش از حد بر پذیرش قطعنامه خلاف نظر امام خمینی. خب اینو ما یه بار صحبت کردیم که این آقای رفسنجانی عادت جالبی دارن جام زهر به دست گرفتن و هر دفعه میچرخن ببینن کی این جامو باید بهشون بدن. اولین جامی که دادن به دست حضرت امام خمینی بود که ایشون هم این جام رو پذیرفتن. و
بله، آنچه برای ما غم‌انگیزتر بود اصرار بیش از حد شما علی‌رغم نظر حضرت امام بر پذیرش قطعنامه بود. آن زمان که فشارهای بین المللی و ضد انقلاب و منافقین و آقای منتظری و بیت ایشان بر حضرت امام رحمت الله علیه و ملت ایران برای الغا و تحمیل قطعنامه به جمهوری اسلامی بودند، راهبرد حضرت امام و ملت ایران و رزمندگان جنگ جنگ تا پیروزی بود. شما به دنبال پذیرش قطعنامه بودید. این که چنین تحلیل و نظری داشتید شاید چندان مهم به نظر نرسد، ولی مسئله پر اهمیت این است که برای تحقیق نظرتان در فرماندهان ایجاد تردید کردید. خبط تردید بزرگترین اشتباه استراتژیک شما بود و برای به راه انداختن آن تلاش کردید و هم عرض دیدگاه امام این خط را بر ملت ایران تحمیل کردید و نام آن را نیز عقلانیت گذاشتید و به فرماندهان و رزمندگان سپاه گفتید همه موافق قبول قطعنامه هستند الا شما، و اگر شما کوتاه بیایید حضرت امام هم قبول کردن. بله، این اون صحبتیه که بین آقای رفسنجانی و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در زمان جنگی که عراق به ایران حمله کرده و ایران بعد از بسیج مردم عراقی‌ها رو از خاک ایران بیرون کرد، از شط فرات رد شدن، از کارون رد شدن اون وقت و جزیره فاو رو گرفتن و در نزدیکی‌های بصره بودن، و چون اونهایی که نمی‌خواستند یک انقلاب جدید با یک همچین فتح بزرگتر از عجیب به یک حالت قدرتی برسه که تمام دنیا در مقابلش عکس العمل باید نشون بدن، از طریق صدام حسین این کارها رو داشتن میکردن. و آقای رفسنجانی هم حالا چرا ما اینو نفهمیدیم؟ اونهایی که میشنوید صدای ما رو، بعضی از شماها در صحنه ها بودید، در جنگ بودید، در جزیره فاب بودید. ما دیدیم در عرض یک هفته جزیره فاب رو خالی کردن، جزیره فاب گرفته شده بود به دست نیروی ایران، نیروی زمینی ایران فاب، جزیره فاب تحت کنترلشون بود و کافی بود یک حمله دیگه بکنن که جاده بصره رو میگیرن. از جاده بصره هم خب بصره یه قدم راه اونورتر بصره بود، ولی همینطور که این آقا داره میرگی میگه آقای رفسنجانی حالا از کجا و چطور و چی جوابشو به الله سبحانه و تعالی ایشون خواهد داد، همچنین منی که اینجا نشستم جواب به الله سبحانه و تعالی خواهد داد. من نبودم اونجا ببینم. اونهایی که اینجا نوشته شده افسرانی بودن، سپاه میگن فرماندهان بودن، اونهایی که فرمانده بودن بالاخره 100 نفر 200 نفر 1000 نفر زیر فرمانشون بود، اینا با ایمان داشتن جلو میرفتن. ولی وقتی که آقای رفسنجانی شروع کرد تو دل اینا اینطوری انداختن که اینا شک بکنن و با این شک عزم اینها رو در هم شکست، بعدم اومد به امام خمینی گفت آها ما نمیتونیم فلان کنیم، امام خمینی این طرف رو هواپیما ایران هم که زدن دیدید 295 نفر رو کشتن و اینا ما حالا لنگ نندازیم، اینا با ما خواهند جنگید و ما قدرت جنگ نداریم. با تمام این گفتار بود که حضرت امام هم گفتن خب چاره نداریم تو این حرف رو میدونیم. این صحبت سر اون موقع است. اونهایی که صدای ما رو میشنوید، اونهایی که دارید میشنوید، در جنگ بودید، در جزیره فاب بودید، بالاخره این افراد نمردن، همشون مثلا حالا 50 خورده سال داشته باشن، اون موقع 20 سالشون بوده، 18 سالشون بوده، جوون بودید، همتون رفته بودید جنگ. میتونید به ما اطلاع بدید، میتونید به اونهایی که بعد اطلاع بدید اطلاع بدید، بنویسید که بله اینطور بوده، نبوده، فرماندهان کیا بودن.
با چه شجاعت، با چه کارهایی که اصلا در تمام دنیا نمونه نداشت، اینها از رودخانه کارون رد شدن از ایران و جزیره فاو گرفتن در از چند ساعت. اصلا باور نمی کردن اینا چطوری اومدن. اینا فکر می‌کردن از رو آب پریدن همه. حالا همه میدونیم لوله‌های خیلی بزرگی بود برای چیز گاز در اون منطقه، چون گاز میفرستادن به طریق لوله‌های بزرگ. این لوله‌ها در مثلا سمت اقتا مثلا چیز داشته، قطر داشته، اینها رو بستن به هم دیگه، در جریان آب انداختن پایین، آب از توش رد شده، یونیکی رو بردش هسته انداختن، آب توش رد شده، اون رو بردش رد شده، و روی اینها یه چیزایی میندازن که مثل سیم به هم پیچیده است. از روی اون رو وقت میتونید شما قشون رد بکنید، تانک رد بکنید، زره پوش رد کنید، فلان کنید. اصلا به عقل جن نمی رسید یه همچی کاری. یا آقای بوده به نام چمران اونجا، مثل که ایشون این کارا رو میکرده، یه افرادی که اونجا با ایشون همکاری میکردن. وقتی که تمام دنیا این ابتکارات رو از ایرانی ها میبینه و این از خودگذشتگی رو در ایرانی ها میبینه که خودشون رو زنده مینداختن روی مین که معلوم بشه مین کجاست که بعدی نخوره، اون از روی این روی رد بشه بره جلو، اینطوری رفتن جلو. بعد آقای رفسنجانی اومدن و زیر دل همه رو خالی کردن و گفتن بله دیگه ما نمیتونیم بیشتر از این پیش بریم، نه پول داریم، نه غذا داریم، نه سرباز داریم، هیچی نداریم. این شخص هم این حرفا رو داره میزنه. بعد میگن چی؟ تئوریزه کردن خط تردید و تندرو خواندن مخالفین آن. آقای هاشمی تئوریزه کردن خط تردید و عقلانی جلوه دادنش و تندرو خواندن مخالفین آن بزرگترین خطای شما بود و متاسفانه نه تنها هیچگاه در خود تردید نکرده، بلکه همواره مخالفین را مذمت نموده. ولی ای کاش این خط تردید را لحظه‌ای در افکار خود تقویت میکردید تا شاید. بله، اونی که فکر میکنه همه چی میدونه و میگه من بلدم، هیچ کدوم شما بلد نیستید، این شخص داره نامه مینویسه به آقای رفسنجانی که همچین نیست. حتی میتونستی خودت کلاهی خودتو قاضی بکن، برو یه جا بشین که هیچ کس نیست. دنبال چی بودی آقای رفسنجانی؟ این داره ازش میپرسه، ما داریم برای شما میخونیم. بله بله. بعد اون زمان یه اقتصادی بوده که مردم صرفه‌جویی میکردن، سعی میکردن بین خودشون معامله کنن، ارزی چیزی داشتن در داخل مملکت بمونه، چرخش بین خودشون باشه، و چون مملکت ایران خودکفا هست احتیاج به چیزی نداره. بعد اینا اومدن گفتن نه آقا ما آدانس لازم داریم، صابون شامپو برای سر لازم داریم. باور نکردنیه. بعد ایشون میگه بله اقتصاد اون زمان از اقتصاد موسوی و چرخش 180 درجه به سمت تعدیل اقتصادی و تشدید فشار به مردم، و زمان ما یه ذره بیشتر نمونده. بله بذاری اینو بعد که بتونیم بخونیم، بعد بقیهش اگر وقتی باشه هفته آینده میخونیم. این طولانی قضیه تا جایی میرسه که آقای رفسنجانی به این فکر میفتن که قانون اساسی رو اصلا عوض بکنن، و رئیس جمهور که میشه عوض 2 تا 4 سال مثلا بمونه دیگه. این هم یه زنگ خطری دیگه هستش برای جمهوری اسلامی ایران که اشخاصی مثل ایشون یه همچین نظریاتی داشته باشن، که بعد هم ثابت شد که بله ایشون همچین نظری رو داره، که بعد از اینکه ایشون انتخاب شده بود آقای خاتمی برای 8 سال بودن، ایشون باز اومد که باز 8 سال دیگه بشه و نشد. باز دوباره همین اواخر که باز انتخابات بود، ایشون باز دوباره کلاهش انداخت توی صحنه که بیاد تو، و یه آقایی به نام مشایی بود اونم میخواست بیاد تو، برای اینکه مشایی رو ردش کنن و سر صدای مردم در نیاد ایشون هم ردش کردن که ببین هاشمی رو ما ردش کردیم، مشایی رو رد کردیم.
ولی اینو ما میخونیم انشاءالله تا هفته آینده برای که وقت بود. اگر سوالی چیزی دارید به ما زنگ بزنید، شماره تلفن ما باز هست 202 753 99 33. انشاءالله خیر باشه. بله، در دوران ریاست جمهوری خیش با در پیش گرفتن سیاست تعدیل اقتصادی از مرام اقتصادی دولت آقای میر حسینی موسوی که میدانیم مورد حمایت شدید جناب عالی بود، یعنی اقتصاد بسته دولتی به سمت اقتصاد باز و آزاد، طی یک چرخش درجی در خط مش تغییر رویکردی آشکار دادیم، به گونه ای که در خطبه های نماز جمعه تا دیروز بر عدالت اجتماعی تاکید داشتی، از آن پس مردم را به مانور رفاه و مصرفگرایی دعوت کردی. این بدترین کاره، بدترین کاره که این اقتصاد اون سیاست ضد انسانی امریکا در این میچرخه. وقتی که آقای بوش دیدین خبرها شد و خیلی خوب نگران نباشید، از فردا برید هرچی پول دارید در فروشگاه ها خرج کنید. اینم همین حرف اون موقع گفته، بلکه آقای بوش از ایشون یاد گرفت. بله، بعد گونه ای که در خطبه نماز و چه بسیار خیرخواهانه و دوستان خیرخواهان و دوستان که شما را نصیحت کردن گوش فرا ندادید. سوگوارانه باید عرض کنم که در دوران دولت جناب عالی فرصت‌های زیادی از دست رفت و عده‌ای از بستگان و اعضای حزب دولت ساخته که شما را پدر معنوی خود می‌دانند و شما نیز خود را برادر معنوی آنها معرفی کردید، آنچنان شما را احاطه کردند که صدای دیگران را یا نمی‌شنیدید یا حسابی برای آن باز نمی‌کردید. فشار اقتصادی آن قدر بر مردم زیاد شد که حوادث رخدادهای 13 آبان مشهد که ما نمیدونیم چی بوده، اسلام شهر رخ داد، ولی علت وقوع آنها را ریشه یابی نکردیم. کسبه جز حتی فروشندگان تربار هم قیمتها را افزایش میدادند و علت را که جویا میشدید میگفتند چون دلار گران شده پس ما هم گران میکنیم. این در شرایطی بود که عده‌ای از نزدیکان شما خیلی معمولی و با صراحت میگفتن که بستگان رئیس جمهور بایستی با بستگان رؤسای جمهوری دنیا ارتباط و هش و نهش داشته باشند و قطعا برای اینکه کم نیاورن روی آوردن به زندگی و چیزهای اشرافی و گذراندن اوقات فراغت تفریحات در اروپا و جزایر تفریحی، و امری طبیعی است که یا اظهار می داشتی که در دنیا برای اجرای سیاست تعدیل اقتصادی دولت یا دولت ها با معترض برخورد می کنید و کشتن آنها هزینه ای که برای تعدیل اقتصاد بودن. بله، این قسمت رو دیگه خوندن نداره که وقتی که یک کسی بگه که بابا ما رئیس جمهور هستیم، باید مثل رئیس جمهورهای دیگه ببینیم، مثلا 10 تا ماشین با هم دیگه میره، خب ما باید اونطوری بریم، بعد ما باید حتما رفت آمد داشته باشیم، بریم قصر فلان جا در بیرون مثلا اینا رو ببینیم، در کنار دریای مدیترانه مثلا بریم در یه جایی به نام کان یا فلان جا که مال فرانسه هست، اونجا کنار دریا آبش خیلی خوبه، بریم اونجا فلان. اینها همون ریشه‌های فسادی که حالا دستگریبان مردم ایران کرده که 10% از مردم همه چی دارن، 90% دیگه هیچی ندارن، که بلند میشن میرن بستنی طلایی میخرن میخورن، کوفتتون بشه. به هر حال وقت ما تموم شد، انشاءالله وقت ما تموم شد، فرصت به ما بدین هفته آینده باز خدمتتون برسیم. تشکر میکنیم از تلفنایی که نکردیم، هفته آینده بیاین. ما زمانمون یک ساعت در هم ریخت، ولی خب امروز خدمتتون رسیدید به موقعی که وعده کرده بودیم، ساعت 4 خدمتتون بودیم. انشاءالله هفته آینده عمری باقی باشه باز خدمتتون میرسیم. یک بار تشکر از حضور شما، تا بعد مرحمت عالی زیاد.
drunk.